تنین خشم مردم و اوج به هم ریختگی در درون رژیم. خامنه‌ای 12 دی. در قضایای چند روز اخیر دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی همپیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند. زیبا کلام از باند روحانی 13 دی. ای کاش برای یک بار هم که شده بود به جای متوسل شدن به شهر فرنگ و پادشاه جنها و پناه بردن به توهمات توطئه و فرضیه های دایجان ناپلئونی از برج آج خود فرود می آمدید و از مردمی که از سیاست های شما به جان آمدند می پرسیدید دردتان چیست؟ به چه چیزی اعتراض دارید؟ چرا عصیان کرده اید؟ اکثر جوانان دهه 70 هستند که سالهاست بیکارند، سرخورده از اصولگرایان و شریعت مداریشان، ناامید از اصلاح طلبان و لیبرالیسمشان و منزجر از روحانی و وعده های توخالیش. دست کم عدالتشان از من و شما خیلی بیشتر است، چرا که نسبت به همه ما به یک اندازه بی‌اعتمادند و متنفر. سایت رویداد 24 از باند روحانی، آخوند قرویان. این اعتراضات یک زنگ خطر برای دولت، مجلس و به طور کل نظام است. قبول ندارم که تمام این اعتراضات از ابتدا تا انتها از بیرون ساماندهی شده باشد. وزرا و بسیاری از مسئولین هم به این موضوع اذعان کردند که مشکلات اقتصادی بسیاری وجود دارد. سایت بهار از باند روحانی 12 دی. آخوند محمد رضا ظاهری. 88 نفهمیدیم. محض رضای خدا الان بفهمیم. تو را به خدا عمیق‌تر باشید. ما چون فکر کردیم مشکل سیاسی است، در طول این سالها به جای ترمیم آسیب‌های اجتماعی دائم روی فتنه و نهم دی تمرکز کردیم و نتیجه‌اش را دیدیم. اکنون هم اصل مشکل جامعه نه سیاسی است و نه اقتصادی، بلکه تعارض‌های اجتماعی فضای بروز بحرانی را ایجاد کرده. مشکل پرسش‌های بی جواب مردم است. سایت عصر ایران از باند روحانی 12 دی. روزهای آینده باید مواظب سرنگونی طلبان باشیم، چون اقدامات خشونت آمیز آنها استعداد آن را دارد که درهای جهنم را روی ایران عزیز باز کند. آخوند افتخاری عضو مجلس ارتجاع 13 دی. عده‌ای محدود با اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و نیروهای مخلص و مسلح مخالف هستند و برای آنها روحانیت و غیر روحانیت ندارد.